بخش سوال جواب شروع میشه، ولی دوستان سوالات رو به دست هم برسید من ممنون میشم. بله، همونطور که در جریان هستید همه، از طرف جامعه فعالان مدنی آذربایجان دعوتنامه به همه افراد و احزاب تشکل‌های سیاسی ارسال شده بود برای حضورشون و خیلی از مجموعه ارزشمند دعوتمون رو پذیرفتن و از طریق حضوری و یا اینترنتی در حضور ما هستن، در جمع ما هستن و خیلی هاشون شفاهم و یا کتباً حمایت خودشون. سپاس و قدردانی به دلیل دعوت حزب کمیله زحمتکشان کردستان از طرف فعالان جامعه مدنی آذربایجان برای شرکت در سمینار آذربایجان و روند شکل‌گیری دموکراسی پایدار. بدون شک ملت و جامعه ترک همروش و همگام با ملت کرد و دیگر ملیت‌های ساکن فلات ایران و ریشه کوههای زاگرس ریشه در تمدن، تاریخ تمدن بشر داشته و آثار و بقایای باستانی و به جا مانده و کشف شده در سرزمین آذربایجان حاکی از شکوه تاریخی و خدمات ارزنده جامعه ترک در شکل‌گیری و توسعه تمدن بشری است. با این وجود و علارغم نقش برجسته کلیدی و سرنوشت‌ساز آذربایجان در اعصار و دوره‌های مختلف و حساس تاریخی ایران، اما متأسفانه ملت جامعه ترک نیز به مصاحبه ملت و جامعه کرد از سوی ملل حاکم همواره تحت ستم و اجحاف ملی قرار گرفتند، تا جایی که از ابتدای ترین حقوق حقه هر ملتی که خواندن و نوشتن به زبان مادری است نیز محروم ماندن. کمیته زحمتکشان کردستان با اعتقاد و پایبندی به حق تعیین سرنوشت ملت، خواستار و خواهان زندگی مسالمت آمیز با رعایت حقوق برابر و متقابل کلیه ملت ساکن در جغرافیای ایران است. در همین راستا کمیته زحمتکشان کردستان سمینار آذربایجان و روند شکل‌گیری دموکراسی پایدار را گامی ارزنده و مثبت در جهت به رسمیت شناختن حقوق حقه تمامی ملل ساکن ایران و رفع ستم ملی و تثبیت دموکراسی ارزیابی کرده و حمایت پشتیبانی خود را از گام‌های عملی در این راستا اعلام می‌دارد. کمیته زحمتکشان کردستان، کمیته آلمان. با تشکر. همونطور که انت نامه‌ای که به من نوشتی اشاره کردی یه خورده دور از ادبه که شما تو متن پیام ما دست بردی. خواهش می‌کنم. برای شما نوشتم که ما رو به حق و حقوق تمام ملیت‌ها در همه جای دنیا، نه فقط در ایران، احترام قائلیم. ولی ما اون پیام رو به آذری‌های ایران نوشتیم. و اگه قرار باشه رو به ترک‌های ایران هم بنویسیم، پیام مخصوص به ترکای ایران رو داریم. این پیام رو به آذربایجان و مردم آذری. چند تأکیدی هم کردیم که این رو به ملت آذری این پیام. ببخشید من نمیخوام جلسه رو دو به دو کنم، ولی من به دلیل اجازه بدید به دلیل نتونستم که خط دست نوشتهتون رو بخونم، فکر کردم این منظور رو گرفتم که تایید کردید و حتی دوستتون و همحزبیتون با سر اینطوری کردم، من فکر کردم که تایید هست و اوکی هست برای شما. در هر حال ملتی به اسم ملت آذربایجان نداریم و ممنون از حمایت شما از این اقدام. دو دقیقه من اجازه میخوام که در استراحت ذهنی شما سوال ها رو یک کوچولو بخونم، ولی میتونیم از این شروع کنیم. سوال از آقای شریعت مداری شده. ناسیونالیسم تباری موجودیت بخشی از نیروهای سیاسی را توضیح میدهد. مثلا نیروهای سلطنت طلب، پروژه ناسیونالیسم مدنی با چنین نیروهایی چگونه برخورد میکنند؟ من نمیدونم منظور نویسنده این سوال دقیقا چیه. من از یک پدیده اجتماعی صحبت کردم، شما از موضع‌گیری سیاسی صحبت میکنید. ناسیونالیسم مدنی که هنوز نمایندگانی پیدا نکرده، حتی خودشون اعلام نکردن که ما
ناسیونالیست تباری نیستیم، ناسیونالیست مدنی هستیم. تمام میفهمم موضعشون نسبت به سلطنت طلبا چیه. اگر کسانی هستن که خودشون رو ناسیونالیست تباری دیگه نمیدونن و از این به بعد ناسیونالیست مدنی میدونن، اعلام کنن بیان اینجا و بعد بگن نسبت به سلطنت طلبا موضعشون چیه. من جمهوری خواهم و موضع من معلومه، ولی برصورت من نفهمیدم منظور از این سوال چیه. خیلی ممنون جناب شریعت مدادی. آقای شاملی، یک دلیل مهم برای عدم حمایت نسل‌های میان سال و به بالا از جنبش زن زندگی آزادی، حمایت عملی نکردن به نظر من تعلیم و تربیت 40 سال جمهوری اسلامی تعیین کننده نبوده که به مد نظر شما بود، بلکه فتقان بگیر و ببند و عواقب دردناک اقتصادی و اجتماعی بعد از انقلاب بهمن 57 عامل تعیین کننده برای عدم شرکت شاهدین و ناظرین انقلاب بهمن بود و هیچ کشنداز روشنی برای آینده فردای ایران نمی‌دیدند. نظرتون چه؟ چون که پاسخ منو دادن، یعنی ایشون گفتن که من گفتم، نگفتم تعلیم و تربیت، من گفتم اونجا نقش استبداد، نقش عدم وجود آزادی و بعد به هر حال تبلیغ و ترویج مذهب، مذهبگیرایی و سنتگیرایی، البته که در صورت من اونجا گفتم که البته که تبلیغ و ترویجه، بچه ها رو از امروز میبرن توی مهد کودک. در دوره ما مهد کودک وجود نداشت، کودکستان بود. ما میرفتیم کودکستان، از 7 سالگی شروع میکردیم، یعنی کودک از 0 تا 7 سالگی پیش خانوادهش و محلش اینا تربیت میشد. الان سیستم ایران بذار کار زیاد شده، خانم ها میرن سر کار، اینا بچه ها رو از 1 سالگی میذارن مهد کودک و بعد اونجا براشون قرآن میخونن، آموزش های مذهبی میدن. اینو اگه کسی بی تاثیر بدونه به نظر من خطا میکنه. بسیار موثره که وقتی بچه در اون سن آموزش میبینه اون آموزه در نظر بگیریم. بعدش مسئله که ایشون ادامه دادن که خب خوبه، یعنی مسئله خفقان رو مطرح کردم اونجا و در واقع اون خود اون فقر که علتش یعنی خود جمهوری اسلامی است، یعنی استمرار فقر در ایران، خود فقر هم جهزا، یعنی فقر مادر درد هاست. فقر جهل میاره، فقر خشونت میاره، فقر بذارا بی اطلاعی و بیخبری از مسائل رو میاره. در نتیجه تعارض زیادی مطرح نیست اینجا، اما من به اعتقادم برای اینکه آموزه‌های جمهوری اسلامی موثر بوده، چون صحبت 16 سال به بالاها و از مهد کودک این بچه‌ها رو به این شکل تحت تاثیر قرار بدن. در صورت و حتی این جمله بگم، اگه نگاه کنید اگه دقت کنید در این انقلاب زن زندگی آزادی، نیروی جوانی که بعد از این جریان سوسیال مدیا و ارتباطش با دنیای غرب بیشتر شده، اون بخش رو بخش فعال معترضین در جامعه بودن. دیگران البته که از جمهوری اسلامی ناراضی و میخواست، ولی اعتراضشون اعتراض منفعل بود. بحث صحبت اینه چرا اعتراض منفعل بود هستش، اینه که اتفاقا اونها کنده شده از سنت هن، نسل جوان به دلیل ارتباط با دنیای غرب و با دنیای جهان آزاد و سوسیال مدیا، ولی اون نسل‌های بالا که گفتم بالای 40 سال این ارتباطات در این سطح استفاده نمی‌شدن که اون سنت گرایی مطرحه. حالا یک کمی هم یه جمله دیگه بگم، ببینید مسئله حجاب، نگاه کنید، یکی از این موارد بسیار مهمه، این پوشش آزاد، مبارزه برای پوشش آزاد بود. درسته سنین بالا در ایران پوشش آزاد، یعنی برش نامفهوم، ممکن در مقابلش مخالفت بکنه، میگه من چجوری قاطع میشم، کجا میخواییم بریم. من در یک مسافرتی با یک دوستایی از ایران آمده بودن، نشستیم و برخاست کردیم و خانوم ها و آقایون بودن، خانواده بودن، یعنی تجربه شخصی هم اونجا صحبت کردیم در حقوق زنان و یکی از آقایون برگشت من گفت که آقای اونستا چی کار داری میکنی؟ میخوای زنهای ما از آن طلاق میگیرن؟ یه در مورد حقوق زنان صحبت میکرد میکارن، یعنی که این محافظه کاری در جامعه ایران وجود داره. شکر. سوال نقطه دیگه ای که اشاره کردن در صورت به صورت سوال نیست،
به سخنهای خانم تبریزی اشاره کردن که دغدغه و اعتراض به خشک شدن و یا خشکاندن دریاچه ارومیه توسط اقشار و گروه‌های اجتماعی گوناگون و به ویژه تشکل‌های محیط‌زیستی در سراسر کشور و حتی پشتیبانی در خارج از کشور صورت گرفت. تقلیل آن به این که این اعتراض فقط توسط آذربایجانی‌ها صورت گرفته که قطعاً آنها هم سهم داشته‌اند درست نیست. از گفته خانم تبریزی نقض آوردن. ممنون. سوال دیگه ای هست که منظور از دموکراسی پایدار و توسعه پایدار رو این هاست. من توی یکی از صحبت‌های پنل بعدی به تعریف اینها و ارتباطشون اشاره خواهد شد، برای همین اجازه میخوام که این رو مطرح نکنم. از آقای اردبیلی سوال شده که توجه به منجر شدن دو انقلاب مشروطه و بهمن 57 به موضوع سخنرانی مثلی عبارتشان برای رو نمیتونم بخونم. آیا دوستی که این رو نوشتم بفرمید؟ دو تا انقلاب تو ایران این کم بلندتر لطفا. دو تا انقلاب در ایران تو قرن 20 منجر به دیکتاتوری شد، به انقلاب مشروطه و انقلاب 57. بعد از این ور طرف ما میبینیم که یک خصلتی دیده میشه، میشه شاه و خدایگان میدن صفت هایی داره میشه، بعد روحانی و مثلا آیت الله میشن و خدا بعد دلی فقیر، در نتیجه قانونا تو قانون اساسی یک امتیاز فوق‌العاده‌ای بهش میدن، فرق نمیتونه چه شاه باشه چه امریکا باشه، بالاتر از همه شناخته میشه، تمام مردم شناخته میشه. خب این نگاه، یعنی این وجود یک همچین خصلت توی این جامعه. ببخشید، عذر می‌خوام، فقط در فرمت سوال. شما چی مسئله ایجاد می‌کنید؟ در اون چیزی که صحبت کردید. من که سوال درست فهمیده باشم، اکثر انقلاب ها منجر به چیز خوبی نشده. حتی خود انقلاب فرانسه که مادر انقلاب هاست، مادر آمریکا استقلال در نام بیشتر از انقلاب استقلالشون، یعنی استقلال حکومت خارجی. ولی در مورد خود فرانسه وقتی که الان بحث میشه، ولی وقتی که 200 سالگیش بود وحشتناک، بحث‌های بسیار زیادی بود، سمینار زیادی بود، کتاب‌های زیادی منتشر شد که آیا این چیز خوبی بود، آیا یه انقلاب نمیشد چی میشد. کشورهایی که انقلاب ندیدن، مثلا سوئد انقلاب نبوده، دانمارک انقلاب نبوده، فنلاند نبوده، نروژ نبوده، تکلیف اینا چیه؟ و اگر خب استقلال مقابلش رو برن که اشاره کرده باشم، بیان استقلال مقابل بیان که از فواید انقلاب مثلا فرانسه سوئد هم بهره بردار شده، ولی این سست بود. من خودم تغییر کردم، اون موقع بحث بود سال پیش بود، ولی بسیار سست بود. یعنی با این چیز انقلاب من احساس کردم با چیز وقت فرانسه در فرانسه خدایگان و ولی فقیه وجود نداره که این وقت هم تنهایی این همه حق داده باشه. در ایران این به وجود اومده. من منظورم که چرا انقلاب میشه؟ الان یه انقلاب مثلا مارکم مونده بود زیاد فاصله زیاد با پیروز شده مثلا از بسیاری. من منظورم این نبود. ولی این انقلاب که در ایران دوباره اتفاق افتاده و منجر به نتیجه لازم نشده، خب دلیل داشت اتفاق افتاده. یعنی از هوا نمید، توطئه بی بی سی و توطئه آمریکا و نمیدونم توطئه حزب توده نبود. این را از جامعه بود و این جامعه دلیل داشت. ولی وقتی که 37% جامعه باسواد بودن، مقطعی بودن، وقتی که جامعه که 37% باسواده انقلاب میشه، میشه همین دیگه. دوستان عزیز خیلی ممنون. بایستی که جلوگیری کنیم از این که، یعنی پرهیز کن از این که صحبت‌های دو به دو انجام بشه و وقت برنامه رو هم که به ناهار برسیم که بتونیم بقیه رو ادامه بدیم. برای جناب شریعت مداری هم سوال دیگه ای هست، ولی من یک سوال دیگه ای بود که نوشته شده بود که دلیل سوال اگر پیدا کنم. سوال من در واقع از تک تک سخنرانان هست، آیا آسیمیلاسیون در آذربایجان در قبال ترکای آذربایجان و خلقهای دیگر انجام شده یا نه؟ آیا اینکه این برنامه آذربایجانی به زبان فارسی اجرا می شود تاثیر همان آسیمیلاسیون نمذکور نیست؟ من اجازه می خواهم که این رو ارجاع بدم به صحبت هایی که توی کلاب هاست و مصاحبه های اعضای این جامعه مدنی با تلویزیون های مختلفی انجام شده ارجاعتون می دونم می دم به اون که جواب این سوال رو اونجا خیلی مفصل صحبت شده.
این که به زبان این سمینار فارسی است یا این در اثر اسیمیلاسیون هست یا نه، قطعا جواب منفیه، به خاطر اینکه مثلا برگزار کنندگان این سمینار شخصیت ها و تشکیلات های طرفدار برابر حقوقی ملت ها و ملیت ها در ایران هستند، و اما این سمینار هدفش طرح مسئله آذربایجان و از قبل اون غیر مستقیم طرح مسائل ملیت های غیر فارس در حل مسئله دموکراسی فرداست، یعنی بدون حضور ملیت ها با واقعیتی که هست، یعنی با هویت اتنیکی و منطقه زیستی خودشون و نقش اون در دموکراسی فردا چیست. ما نمیتونیم با زبان ترکی فقط در آذربایجان این سخن رو بگیم، که البته که این کار باید بکنیم، برای تحولات سیاسی صدها سمینار و کنفرانس باید برگزار بشه و این یک سمیناریست، یعنی در واقع فریاد فعالین آذربایجانی و دموکرات ها، شخصیت های دموکرات که در این سمینار شرکت میکنن، که برای تحولات دموکراسی ایران بدون توجه به این موارد گذار دموکراسی غیر ممکنه. اینو هم بگیم و همه بشنویم صدای بلند آذربایجان در رو. جناب شریعت مداری، فرق شونیسم با ناسیونالیسم چیست؟ پاتریوتیسم است این که بله از در حقیقتتون شونیسم یک خصوصیت ناسیونالیسمه، ناسیونالیسم فقط شونیسم برتری طلبی سیستماتیک یک چیز همین دوران مدرن. ناسیونالیسم در شکل قبل از دوران مدرنش هم به شکل تعصب قبیله‌ای، به شکل حکومت‌های ملوک و طوایفی وجود داشته، اونتا اسمش برچسبش رحم میکرد. اون دوره اسمش بوده، ابن خلدون میگوید که موتور محرکه تاریخ تعصب قبیله‌ای هست که میتواند شهرنشینان رو مزمحل خودش بود. و واقعا هم در دوران قدیم موتور محرکه تاریخ کسانی بودن که بر پشت اسب‌ها می‌نشستن، شمشیر می‌کشیدن، جانشون رو فدا می‌کردن و جانمایه این یک تعصب تباری بود، پاک و خونی بود. در دوران مدرن اسم این تعصب خاک و خونی شده ناسیونالیسم تباری، نه ناسیونالیسم مدرن. پاتریوتیسم در حقیقت یک نوعی قانون اساسی گرایی، به مثلا هابرماس میگه پاتریوتیسم قانون اساسی یا پاتریوتیسم ارزش‌های جامعه مدرن، این ربطی به ناسیونالیسم تباری نداره. بالاخره آهاد یک مملکت یک ملاتی از چسب میخوان که همه خودشون رو سهیم در یک مملکت بدونن. پاتریوتیسم میتونه مشبق این باشه، البته در جهان گلوبال پاتریوتیسم هم ریشه های خودشو، یعنی ملات خودشو داره از دست میده یا رقیق میشه، ولی به هر صورت اگر تفاوت ها رو بگیم، ناسیونالیسم ادامه تعصب قبیله‌ای بود، پاتریوتیسم از موقعی که تعریف نیشن استیت شکل گرفت شکل گرفته و یه چیز کاملا مدرن. این اینا تفاوت اگر پاتریوتیسم باشه ارزشش یعنی بار مثبت داره، وطن پرستی شوونیستی و ناسیونالیستی بار منفی هم میتونه. ببینید ناسیونالیسم ملت دوستیه، وطن دوستی نیست. ناسیون یعنی ملت، این ترجمه غلط هست. ناسیون یعنی ملت، ناسیونالیسم یعنی ملت گرایی، نه خاک و خون پرستی، نه خاک پرستی حتما نیست، خون پرستی هم ناسیونالیسم مدنی نیست. من چون خیلی علاقه دارم که بودم که پاتریوتیسم ایرانی چند قومی و چند زبانیه که پاتریوتیسم هم هست، پاتریوتیسم ایرانی چند قومی و چند زبانیه که پاتریوت هم هست. پانها معمولا ایدئولوژیک هستن، پانها میگویند که یک مرکزی وجود داره که بقیه باید اقمار اون باشه.
در صورت که ایران ما مرکزش اصلا اینجا که ما هستیم نبوده، خراسان بزرگ بوده. یعنی بعد از اسلام مرکز ایران مدرن خراسان بزرگ، بعد در حکومت‌های ملوک و طوایفی 950 سال به ترکا مانده. بنابراین فن ایرانیستی که فکر میکنه مرکز تهرانه و توجه حوزه نفوذش تاجیکستان و نمیدونم بخارا و سمرقنده، به دقیقت ایدئولوژی برتری طلبی رو ترویج میده. جناب شریعت مداری و دوستان عزیز ممنون. وقت خیلی کمی داریم، دو تا از دوستان فرصت خواستن که صحبت بکنم. من واقعا شرمنده هستم. سوال جواب اگر که کمترتون میکشید حتما وقت در اختیارشون گذاشته میشد، متاسفم. و یک سوال دیگه از خانم سروری و بعد جناب شاملی. تمرکز زدایی مرکزی در ایران با ناسیونالیسم تباری ممکن است؟ به نظر من ناسیونالیسم رو باید در دو بره از تاریخ مطالعه کنیم. در برهی که برای رهایی از کلونیزاسیون مثلا در الجزایر در آفریقا، این نشون علیه برتری‌جویی یک نشون دیگر متحد شد. الان در دنیای مدرن ناسیونالیسم به خصوص بعد از هیتلر، ظهور هیتلر به معنای به اصطلاح برتریه، من از شما برتر هستم است. در اونجا برای برابر طلبی بود، در دنیای مدرن برای در اونجا برای برابر طلبی بود، در دنیای مدرن احزاب ناسیونالیسم برای برتری‌جویی معمولا در میدان هستن. برای همین این لغت ناسیونالیسم ذاتاً الان در دنیای مدرن بار منفی داره، از هر نوعش، از هر نژادی، تباری، چه ببریم به نژاد آریایی، نمیدونم ما برتر هستیم، ایرانی هستیم، زبان ما شیرین است، یا به این یکی ها بگن تاریخ ما از قدیمتر از مال هم است. هر نوع تلاش هایی برای برتری‌جویی به اصطلاح من گمان میکنم که به ناسیونالیسم هست و راه به تمرکز زدایی نمیبره. به قول آقای دکتر محمد رضا نیکفر، تفاوت ها و تبعیض ها رو باید دید با فلسفه، با تئوری سازی و یا بدیم در لفاف پوشوندن. در دنیای مدرن اینها جواب پیدا نمی کنه، اینها تجزیه طلبن، اینها نمیدونم چه میخوان. پاسخ مدرن میخواد در کشورهای کثیر المله و نمونه های زیادی هم از اون داریم، خیلی مهم است که به این دقت کنیم. و ضمن من الان فعالیت ها جنبش های ملل سرکوب شده، به حاشیه رانده شده در ایران، محروم از امور ملی رو میگم. بخشی از جنبش های رهایی بخش، من ارتش رهایی بخش نمیگم، بخشی از جنبش های رهایی بخش ملی در شکل سیویل، در شکل مبارزه مدنی است که به دنبال برابرخواهی است، نه از شما زیادتر، نه از شما پایینتر، نه این خانه صاحب خانه داره، نه مستجر داره. همه ما در واقع شهروندان این شهر هستیم با حقوق برابر، نه یک لیرپول پایین، نه یک لیرپول بالا. مرسی. خیلی ممنون سیمی سروری عزیز. من از جناب شاملی خواهش کردم که بلکه من این خط رو نتونستم بخونم، ایشون بخونن و ایشون خواهش دارن که در مورد این متن که جناب دوستان کامله هست بخونم. در مورد دوستان کامله متن نوشته شده بر تعارضی بین آذری و ترکی اومد شده که گویا مثلا در بیانیتون به آذری ها یا ملت آذری تبدیل گفتید. ببینید دوستان، یه ادبیات معینی در آذربایجان پیش میره. ببین در آذربایجان که ما میدونیم من از زبان مادرم و مطمئنم کسی در آذربایجان در طول تمام تاریخ در تمام آذربایجان کسی از زبان مادرش کلمه آذری نشنید. آذری در واقع آذربایجان است. ملت آذربایجان زمانی که دولت ملت شود آنقدر خواهد شد که دولت ملت آذربایجان، اگر دولت ایالتی مثلا درست بشه. اینجا صحبت اتنو ملت، در ایران اتنو ملت ها مورد تغییر هست. ترک ها، کرد ها، هویت اتنیکی جمعیت ها مورد تبعیض هستند. هویت زبانی، یعنی زبان ملی در ایران مورد تغییره. زبان ملی آذر ترک اولا اسم اتنیکش ترکه و اسم زبان ملیش ترکیه، همچنان که کرد و کردیه یا بلوچ و بلوچیه. موضوع آذربایجان و کردستان، آذربایجان منطقه است که ترک ها در اون زندگی میکنن، اما
منطقه آذربایجان فقط ترک ها اونجا زندگی نمی کنن، بلکه ملت های حتی کرد هم در آذربایجان زندگی می کنن. در منطقه‌ای که با گیلک ها مرز هم مرز هستیم، گیلک هم از فارس هم زندگی می کنن، در بخش های اونجا هم مرزیم با اینی که بحث اصلی ملت اتنو ملت ترک، اتنو ملت ترک، نه دولت ملت ترک وجود نداره، اتنو ملت ترک در ایران مورد تحقیر. نام این ملت از اتنو ملت ترک، نام زبانش هم ترکیه. آذری در ایران سیاست دولت مرکزی میگه آذری یعنی یک ملتی که قبلا زبان فارسی بوده زبانشون، تبدیل شده به ترکی. ببینید کورش و زعیم در یک مقاله شون نوشتم تو ذهنم هست، کورش و زعیم چه رئیس جبهه ملی چه رهبر جبهه ملی مینویسی که در ایران فقط ترکمن ها و عرب ها ترکمن ها و عرب ها آمدن اینجا مهاجرت کردن، بقیه ملت ها زبانشون و ملیت قومیت ها رو میگه زبانش یک ذره این ور اونور بکنه زبان تی کلمات خارج رو بندازن بیرون زبانشون فارسیه، منظورش آذری ما کردی آذری بلوچ همه اینا میگه زبانشون فارسیه، یعنی اون مقصودش وقتی میگه آذری یعنی ما فارس تباری. خب این یعنی تعرضش که اصلا دولت مرکزی خاطر اون ادبیات در ادبیات ما نیست. یعنی من فکر می‌کنم که توصیه ما به حزب شما اینه که این مورد مورد دقت نظر بدیم، این فکر کنم مشکل بین ما و شما هم حل میشه. آقای شاملی تعریف شما از نظر حقوق نظر نیست که اول اجازه بگیرید چرا درست ولی اول برای شاید قبل از شما لطفا بنویسید لطفا کامنت بنویسید از نظر حقوق بین الملل هر کس را به محلش تعلق داره میاد. وقتی شما به من میگید ترک، شهروند ترک را چی میگید؟ شهروند ترک؟ ترک، ترک ما آذربایجانی هستیم از جهت اینکه کجا زندگی میکنیم، سرزمین کجاست، اما اتنو ملت، قومیت، ملیتمون ترکیه، ولی کجا زندگی میکنیم، سرزمین اون کجاست، آذربایجان. شما من شده با اون میشه اومده که من یه لحظه جناب شاملی هم توی صحبتاشون گفتن که اگر سیستم فدرالیسمی که در موردش صحبت می‌کنیم آذربایجان توسط آذربایجانی‌ها نه ترک‌ها اداره خواهد شد، کردستان توسط کردستانی ها یعنی ساکنین کردستان، بلوچستان همچنین و و و و قطعا از فرایند همه اینها ایران توسط ساکنین ایران نه فقط ملت یا قوم فارس خواهد شد. ولی این که ملت ترک هست بله مذاکراتی هستش که خارج از برنامه هست. برخش ساعت 12:30 دقیقه آغاز نهار هست که الان 12:31 دقیقه هست. بفرمایید. ببینید ناسیونالیسم در اروپا متولد شد، استعمار و ناسیونالیست ها به وجود آوردن. این نیست که ناسیونالیسم دو دوره داشته، یه دوره رهایی بخش بوده، یک دوره برتری داره. ناسیونالیسم با برتری طلبی متولد شد، کلونیالیسم رو به وجود آورد. عکس العمل این ناسیونالیسم برتری طلب ناسیونالیسم های محلی بودن که طبق تز لنینی که بعداً در سازمان ملل هم به رسمیت شناخته شد اینها استثناءً حق تعیین سرنوشت خارج از محدوده جغرافیایی خودشون داشتن، میتونستن استقلال بخوان. تنها موردی که سازمان ملل قبول میکنه ممالکی رو که تحت استعمار بود. بنابراین ناسیونالیسم تباری از ابتدا باعث جنگ بوده، رهایی بخشی مختص این نبوده. ما از یک اسلحه‌ای در یه دوره ملل تحت استعمار چیز کردن. این که ما خودمون رو ملت بنامیم، اسمش رو اتنو ملت هم بذاریم، اولین مسئله اینه که یک ملت باید در حدود و سقوط معینی که تعیین و تعریف شده زندگی کنه. این حدود و سقوط با کردا، با لورا، با فارسا، مثلا آذربایجان در اختلاف، مثلا کردستان با لورها
با آذربایجانی ها در اختلافه. شما عجله نکنید که خودتون رو به جای اینکه دولت ملت بشید از حالا صفتی رو که الزامات داره، فقط یک احساسات نیست. من میفهمم دقیق که احساسات ما میگه ما ملتیم، حتمنم ما خصوصیت یک ملت شدن رو داریم، بیشترش هم داریم. ما 900 سال حکومت کردیم، چگونه یک ملت نیستیم؟ حکومت ترکا بود. حکومت ترکا بوده. ولی مسئله اینه که امروز اگر هر کدوم از ماها خودمون رو ملت بدانیم، اولین کارش اینه که باید حدود و سقوش رو دقیقا تعریف کنه. ارومیه مال کیه؟ نقده مال کیه؟ پیرانشهر مال کیه؟ بیجار مال کیه؟ نمیدونم ممسنی مال کیه؟ همه اینا مسائلیه که ازش بوی خون و بوی تفنگ میاد. ناسیونالیسم مدنی اینا رو حل میکنه. همین مسائل. همین مسائل اینجا نشستیم، پایبندی به اصول دموکراسی پایدار هم جواب همه اینها خواهد بود. لطفاً بفرمایید نهار و تا پنل دو بفرمایید. وقت نهارم بحث و گفتگوی این چقدر به گفتگو احتیاج داریم. تشکر به تمام مداخلات.